سلام، من محمد جمشیدی هستم و خوش اومدید به این ویدیو. امروز میخوایم با هم بریم چیزایی رو که افراد یوتیوبر نیستن میگن رو با هم ببینیم که احتمالا برای شما هم اینا خیلی اتفاق افتاده. قبل از اینکه بریم سراغ این ویدیو، حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله بغلش رو هم فعال کنید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید و لینک پیج اینستاگرامم هم که زیر تصویر قرار میدم براتون حتما فالو کنید. حالا بزنید بریم سراغ ویدیو. بریم سراغ ویدیو اول. میگه این روبیک 4x4ه. بعد میگه این روبیک 4x4ه. میگه پس اگه اون روبیک 4x4 اینم میشه 16x16 که اینم خیلی برای من اتفاق افتاده که به روبیک 2x2 میگن 4x4، بعدم میگن ما فقط شمردیم که توی یکی از سطح‌ها 4 تا مکعب بوده. البته به روبیک 2x2 این که 4 تا مکعب هم داره رو میگن، ولی خب بازم اون 4 تا مکعب بهتره اینه که بگن روبیک 4x4، و روبیک 4x4 خیلی بدتره. حالا اینم که میگه دوست من میتونه توی 0.7 ثانیه روبیک رو حل کنه، که همه من این دوستا رو دارم وقتی که میخوان در مورد روبیک حرف بزنن که خیلی تند میتونه روبیک رو حل کنه و سریعتر میتونه حل کنه، که اینم همه جا هست. میگه این 10x10ه. میگه این سطحش رو بشمار ببین چند تا داره. و اینم هست وقتی که میبینن یه روبیک بزرگتره فکر میکنن اون روبیک 10x10ه. حالا نمیدونم چرا که این فکر رو میکنن که هر روبیکی بزرگه باید 10x10 باشه. اینم همونه که میگن روبیکی که 4 تا مکعب داره. میگه این روبیک مثلثیه. میگه دوست من میگه که این روبیک مثلثیه، اونم میگه دوست تو احمقه. که خیلی برای من پیش نیومده که به روبیک پیرامیکس یا همون هرمی بگن روبیک مثلثی. حالا هم کورنر تویست شده بود. که اینم میگه چون رو مهره روبیک چرخوندی تقلب کردی. حالا بریم اینو توضیح بدم کورنر تویست ها. وقتی یکی از مهرهای روبیک بچرخه، حالتایی که توی روبیک پیش میاد تغییر میکنه و همون حالتای عادی نیست. به طور مثال من اگر این مهره رو بچرخونم دیگه حالتی نیست که معمولا توی روبیک پیش میومد، و وقتی که بخواین این حالت رو رفع کنیم حالا با یکی از مهره ها رو میچرخونن که بتونن حلشون رو ادامه بدن. به طور مثال اگر من این اوله رو هم حل کنم، آخر این مهره حل نمیشه و اینجا زرد نمیشه که آخر سر باید این مهره رو با دست بچرخونن، و اینجوری نیست که بگیم وای تقلب کرده توی حلش با دست مهره رو چرخونده. در یه صورتی میشه تقلب حسابش کرد، این که به طور مثال وقتی که این حالت پیش اومده یه نفر بیاد دوتا این مهرهی که باید حل کنه با فرمول با دستش بچرخونه، که وقتی که یکی از سرعتی داره کار میکنه با همون فرمولش حل کنه خیلی راحت تره اینه که بخواد با دستش مهره رو بچرخونه و کسی خیلی این کار رو انجام نمیده. و مهرهای لبه هم که معمولا توی حل مشکلی براشون پیش نمیاد مگر اینکه مهرهای روبیک از هم جدا بشه توی حل و یکی از اونا رو اشتباه جایگذاری کرده باشن، که دوباره مثل همون حالت یه حالتی که معمولا پیش نمیاد توی روبیک ایجاد میشه، و برای رفع اون حالت باید اون مهره ای که اشتباه جایگذاری شده را خارج کنید و دوباره سر جای خودش قرار بدید. ولی خب تقلب محسوب نمیشه اگر اینکه یه مهره چرخیده باشه و توی حل دوباره اون مهره را به حالت عادیش برگردونن و دوباره حل را ادامه بدن. خب بریم سراغ ادامه ویدیو. روبیک اسکوس
که چرخش های خاصی داره و خیلی عجیب به نظر میاد این نوع چرخش، و واقعا هم چرخشاش عجیبه. اینم که روبی که دو در دو که میگن خیلی آسونه، و چون فکر میکنن که کوچیکه همینجوری حل میشه راحت، ولی خب اونم باید یاد بگیرین که چجوری حل کنین. که اگر دوست داشته باشین من توی کانالم از روش مبتدی تا حرفه‌ای روبی که دو در دو رو آموزش دادم، از طریق لینک بالا میتونید برید و اون ویدیو رو ببینید. که اینم که فکر میکنن که روبی که استیکر نداره یا استیکر لسه استیکراشو کندن، ولی خب اینجوری نیست، از همون اول همین شکلی بوده. اینم که فکر میکنم وقتی که روبیکو حالا مهرهاشو از هم جدا میکنیم که حالا یا تمیزش کنیم یا یه مهره اشتباه شده باید اون مهره رو در بیاریم، فکر کنم روبیک شکسته و دیگه خراب شده روبیک. که اینم به روبیک مگامینکس میگن، روبیک 6 ضلعی. خب اینم به خاطر اینه که اسمش رو نمیدونن، اصلا شاید همچین روبیکایی رو ندیده باشن و دنبال یه اسم میگردن براش، که وقتی که میبینن 6 ضلعی سطحاش به همون استداش میکنن. که اینم وقتیه که هر حلی شما انجام بدید فکر میکنن که خیلی سریع انجام دادید اون حل رو، رکورد جهانی اصلا شکستی شما، و اینم به همون دلیله که خیلی ندیدن کسی روبیک حل کنه که این فکر رو میکنن. این حالت هم خیلی برای من پیش اومده که میگم برای اینکه روبیک حل بشه باید شما اون اسکرمبلی که روی روبیک اجرا کردید برعکس دوباره اجرا کنید تا روبیک دوباره حل بشه، که واقعا سخت‌تر از اون میشه که خودتون بخواید روبیک رو حل کنید. ولی خب فکر میکنن که شما این کار رو کردید و دوباره اسکرمبل از آخر به اول روی روبیک اجرا کردید و دوباره روبیک حل شده. اینا وقتی که لوب میزنید به روبیکتون فکر کنن تقلب کردی، ولی برای من این اتفاق نیفتاده. ولی وقتی که شما دارید روغن کاری میکنید روبیکتون ها خیلی براشون سوال پیش میاد که چرا اصلا به روبیک داریم روغن میزنیم، و کلی باید براشون توضیح بدیم که چرا این کار رو داریم میکنیم. این کارم خیلی پیش اومده که فکر میکنن که میتونن کاری بکنن روبیک حل نشه، روبیک رو میگیرن به هم میریزن، حتی مثلا میبرن پشتشون که ما نبینیم که دارن چی کار میکنن روبیک رو. ولی خب اصلا امکان نداره که روبیک حل نشه، حد اکثرش همون کورنر تویست، یعنی اینکه یه مهره چرخیده باشه که اونم دوباره مهره رو درست میکنیم و ادامه حل رو میریم، و امکان نداره حالتی باشه که روبیک حل نشه. و این سوال هم خیلی میپرسن که شما که دارید روبیک رو حل میکنید حالا درساتون یا مخصوصا ریاضیتون خیلی قویه که حتما اینطوری نباید باشه، ولی روبیک تفریح یا ورزش ذهنیه که ما داریم کار میکنیم با اون، و اینطوری نیست که هر کسی که روبیک کار میکنه حتما باید درسش هم خوب باشه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و حتما این ویدیو رو برای دوستاتون مخصوصا کسایی که روبیک کار نمیکنن بفرستید که اونا هم اینا رو ببینن. و اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال منو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش رو هم حتما فعال کنید، و به عنوان ویدیوهای بعدی خودتون میتونید یکی از ویدیوهای روی صفحه رو انتخاب کنید. موفق باشید.